دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که میان سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیرپرانی سر زده است. در اظهارات این نهاد گفته می شود که 29 اپریل ساعت 13:05 در موضع آب تقسیم کنی گلاونوی واقع در بالای دریای اسفره و در حدود دهه خواجه علای جماعت چارکوی شهر اسفره نظامیان جمهوری قرقیزستان به سوی سرحدبانان تاجیکستان آتش گشادند. در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان جانب قرقیزستان به آن متهم می شود که خودسرانه بندهای سازشنامه قبلا موافقه شده دو جانبه با تاجیکستان را ویران نموده نقشه ضبط نقطه آب تقسیم کنی گلاونوی را دارد. مقامات قرقیزستان هنوز این اطلاع را شرح ندادند، ولی روز 28 اپریل در سر زدن مناقشه و سنگ اندازی جانب تاجیکستان را گناهکار کردند. همزمان هر دو طرف میگویند در مناقشه دو روز اخیر از هر دو طرف زخمی ها هستند. جانب تاجیکستان تعداد زخمی ها را 7 نفر گفته است. به گفته نیروهای مرزبانی 2 نفری آنها از تیر سلاح زخمدار شدند و وضع یک نفرشان وزنین است. جانب قرقیزستان هم گفت 4 شهروند این کشور در مناقشه های اخیر زخمدار شدند که یک نفری آنها از تیر سلاح مجروح شده است. در شبکه های اجتماعی از ارسال نیروهای علاوگی به مرز دیده می شود، ولی یک نماینده نهادهای قدرتی تاجیکستان این خبر را رد کرده گفت در اسفره نیروهای کافی هستند و در صورت سر زدن ناآرامی به مرز فرستاده می شوند. بنا به خبرها حالا مقامات دو کشور تلاش دارند وضعیت را به اعتدال آرند. ملا رجب یوسفی، امیرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.